بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند متعال و بخشاینده، شاگردای عزیز سلام. آرزو می کنم خود همتان خوب و خوش و سر حال باشین. عزیزای من، امروز باز هم ساحت مضمون چی است؟ مضمون ریاضی از صنف ششم. موضوع درس ما یک موضوع درس جدید هست که عبارت از ضرب کسر اشعار می باشد. نازنینای ما شما عملیه های جمع تفریق در درس های گذشته خود خواندیم که چطور می تانیم اعداد اشاری را جمع و تفریق کنیم. امروز می خواهیم که عملیه ضرب بخوانیم. درس ما درس سیوم در صفحه 42 درج می باشه. استاد فرشته سلطانی. ضرب کسر اشعار متن را که اینجا نوشته ما براتان می خوانم، شما به دقت توجه بکنین عزیزای من. بعد از او باز میریم به حل سوالات. برای اجرای عملیه ضرب عددهای اشاری، اول از علامتهای اشاری، عاملهای اجزای ضربی صرف نظر می کنه و اعداد را مثل دو عدد تام با هم ضرب می کنیم. سپس از حاصل ضرب آنها و تعداد مجموعه رقمهای اشاری، اجزای ضربی رقمها را از راست به چپ توسط علامت اشاری جدا می کنیم. نازنین ما چی گفته؟ گفته وقتی که بخواهیم دو عدد اشاری را ضرب کنیم، ما شما برای یک لحظه یا تا همون زمانی که حاصل ضرب پیدا می کنیم چی می کنیم؟ از اشاری خود صرف نظر می کنیم. عملی ضرب به مثل عملی ضرب اعداد تام انجام میدیم. بعد از اینکه حاصل ضرب پیدا کردیم، باز خانه های اشاری خود حساب کرده و اشاری را به جای مناسبش می نویسیم. ضرب کسر اشار در عدد تام. نازنین ما، می خواهیم نظر به تعریفی که قبلا برتان گفتم چی کنم، یک مثال حل کنم تا شما امو متن خوبتر درک کنیم. برای ما شما گفته بود مثلا اگر ما شما عدد 3.5 و عدد 2.4 را با همدیگر ضرب کنیم چگونه ضرب میکنیم. نازنین ما گفته بود برای یک لحظه ما شما از اعداد علامه اشاری یا ممیزه صرف نظر میکنیم. وقتی که صرف نظر بکنیم، از اینجا نتیجه چی میشه؟ که 35 ضرب در 24. حالا دیگه شما نازنینا به صنف ششم هستین، عملیه ضرب اعداد چند رقمی را خوب یاد دارید. اول رقم یک ها با یک ها و ده ها، بعد رقم ده ها با یک ها و ده ها. شاگردکای عزیز، 4 ضرب 5 20، حاصل میایه به 2. 4 ضرب 3 12، 2 حاصل اینجا داشتیم میشه چند؟ عدد 14. حالا نوبت خانه ده ها هست، یعنی 2. 2 ضرب 5 10، در صفرش حاصل آمد بر 1. 2 ضرب 3 6، 1 حاصل داشتیم 7. حالا بعد از اصل ضرب کردن چی میکردیم؟ جمع میکردیم. آفرین. پس اینجا صفر خودش، 4 جمع صفر مساوی به 4 و 1 جمع 7 مساوی میشه به 8. حالا گفته خانه های اشاری را حساب کرده، اشاری را میگذاریم. نازنین های من، 1 2، 1 2، یعنی ما یک خانه اشاری در عدد اول، یک خانه اشاری در عدد دوم داریم. پس به اندازه زمی ها از طرف راست به چپ اصل ضرب چی میکنیم؟ دو خانه جدا کرده علامه از اشاری را می نویسیم، یعنی 1 2. پس علامه اشاری کجا میه؟ اینجا میه. پس اگر ما 3.5 ضرب 2.4 کنیم، اصل ضرب ما عبارت است از 8.40. ای بود ضرب چی؟ کسرها یا اعداد اشاری. و مثالی که امون متن قبلی را که ما شما خواندیم برای ما شما چی کرد؟ واضح ساخت. حالا بیاین به عنوان بعدی ببینیم. عنوان بعدی ما شما ضرب کسر اشار در عدد تام است. در ضرب کسر اشار در عدد تام، اول کسر اشار را به کسر عام تبدیل نموده، بعدا مثل کسر عام عملیه ضرب را انجام می دهیم. چی گفته نازنین؟ گفته کسر اشار را به کسر عام تبدیل بکنیم، بعد از او با شما عملیه ضرب انجام بدیم. مثلا اگر ما شما داشته باشیم عدد 2.5 ضرب در 3.2، حاصل ضرب از این عدد چی است؟
شما میفهمید که خود ازی بیانگر کسر اشعار است. اگر ما اینا را به شکل کسرها بنویسیم چی میکنیم؟ اینا را به کسر اشعار مینویس، کسر عام تبدیل میکنیم. یعنی 2.5 مساوی میشه به 25 بر 10. چرا؟ بعد از اشعاری ما شما یک خانه داریم. ضرب در 3.32 بر 10. دیدیم که من از آلت اشاری چی کردم؟ به کسر عام تبدیل کردم. یعنی بعد از اشاری من یک خانه داشتم، یک صفر گذاشتم. پس مخرجاشان 10 است. 25 بر 10 ضرب در 32 بر 10. حالا ببینید نازنینای من، شما میفهمین در عملی ضرب کسرهای عام که صورت با صورت، مخرج با مخرج ضرب میشه. پس ما شما باید عدد 25 ضرب عدد 32 کنیم. 2.5 10 یک حاصل، 2 ضرب 2 4 یک حاصل داشتیم 5، 3 ضرب 5 15 یک حاصل شد، 3 دو 6 6 و 1 حاصل ما 7. حالا اینا را جمع میکنیم. 0 5 5 10 در از صفرش حاصل بر 1 1 جمع 7 8، 800 شد نازنینای ما. پس صورت ما شما چند است؟ 800 بر، شما میفهمین که اگر در از ضرب ده کنیم مساوی به چند میشه؟ مساوی به 100 میشه. و پس ایره اگر اشاری بنویسیم، خانه اشاری ما شما گفتیم چند تا داشتیم؟ 1 2، یعنی 1 2 از طرف راست به چپ 1 2. چی میکنیم؟ اشاری رو جدا میکنیم. نازنینای ما در خانه طرف راست اشار، یعنی به طرف راست ممیزه، صفرها به معنای هیچ است. پس زمانی که ما به همچین شکل بر بخوریم، ای جواب سوال ما شما مساوی به چی میشه؟ مساوی به 8 میشه. یعنی ما شما صفرهای طرف راست بعد از اشاری را در صورتی که ما در خانه دهم صدم و هزارم عدد نداشته باشیم نمی نویسیم. و یا به شکل ساده میگیم که صورت و مخرج با هم دیگر اختصار میکنیم، صفرهای ازی با صفرها چی میشه؟ خلاص میشه. یا 100 100 8 100 800. پس جواب سوال ما چند شد؟ 8 شد. این رو میگن حاصل ضرب کسر اشعار در عدد تام. اینجا یک تبصرگک داریم نازنینای من، به مثل نوت، یعنی یک چیز مهم را برای شما اینجا رنمود کرده که من براتان میخوانم، شما گوش بگیرین. اگر رقم های حاصل ضرب تعداد مجموعه رقم های ضربی را پورا کرده نتواند، به طرف چپ رقم های حاصل ضرب صفرها اضافه می نماییم و بعدا خانه های اشاری را جدا می کنیم. مثلا شاگردک های عزیز، 12.3 ضرب در 3.02. اگر ما همچنین یک عدد داشته باشیم و با همدیگر ضرب بکنیم چی میکنیم؟ به خاطر از اینکه ما رقم های ضربی رو پوره کرده بتانیم، با چی میگذاریم؟ صفر میگذاریم. ببینیم اینجا اگر شما اشاری رو از بین ببریم، ببینین عدد اول و دوم 3 رقمی است. پس چی شد؟ ارقام پوره کرد. من میخوایم 1 0 با اینجا اضافه بکنم تا امید تفاوت از این نوت یا متن بر شما نشان بدم. حالا ببینین اگر اشاری ها را از بند ببریم یا نادیده بگیریم، عدد اولی ما 4 خانه و عدد سومی ما چی است؟ 3 خانه است. به خاطر از اینکه ما و شما سلسله مراتب طبقه بندی را خوب مراعات کرده باشیم، چی میکنیم؟ صفر میگذاریم. یعنی به اینجا هم 1 0 میگذاریم که این صفر هیچ معنای نمیده، اما فقط چی میکنه؟ سلسله مراتب یا طبقه بندی زیره پوره می سازه. ببینید نازنینا، ضرب در 3.02، یعنی بگذارید من اینجا دوباره بنویسم، 12.3 ضرب در 3.02. خب خانه صدم و دهم اشاری را داریم، خانه یکم داریم، اما خانه ده ها نداریم. به خاطر از یک سلسله مراتب از یک پوره شد چی میکنیم؟ صفرها میگذاریم. پس این صفرها به این معنا هست که در خانه های اشاری چی میشه؟ تغییر، یا در جواب سوالات ما شما تغییر نمیه، به این شکل باز عملی ضرب انجام میدیم. اینجا یک فعالیت داریم عزیزای من، گفته با استفاده از عملیه ضرب، یعنی 12 ضرب در 153 حاصل ضرب شده 1836.
حاصل ضرب کسرهای اعداد اعشاری ذیل را بدون انجام عملیه ضرب به دست بیاریم. یعنی گفتم ما و شما زمانی که داشته باشیم اقسم یک اعداد، ما چه رقم ایره به کسرهای اعشاری نشته میکنیم؟ مثلا ما و شما از این سوال خود چی میکنیم؟ نشته میکنیم که 1.53 ضرب در 12 مساوی است به آل 1.836. ما شما ببینید ناظرین من، باید چه اشاری یعنی خانه های اشاری شده کجا نوشته کنیم؟ قسمی که شما میبینید این یک عدد تام است، این یک عدد اشار است. بعد از عدد اشار ما شما چند خانه داریم؟ 1 و 2، و این خانه های اشارش صفر است. پس از طرف راست به چپ چی میکنیم؟ 1 2 خانه جدا کرده اشاری خود می نویسیم. یا که اگر ما داشته باشیم که 15.3 ضرب در 12 که حاصل ضرب شده 1.836، علامه ممیزه یا اشاری در کجا باید گذاشته شود؟ نازنین های ما بازم ببینید خانه اشاری از این صفر است، اما خانه اشاری عدد اول ما 1 است. پس از طرف راست به چپ چی میکنیم؟ 1 عدد جدا کرده ممیزه خود می نویسیم. حالا دیدیم که ما شما با استفاده از عملی تام ضرب اعداد تام تانستیم که ممیزه یا جای اشاری خود در سوالات تعیین کرده و یا سوال اشاری بسازیم. عزیزای ما، درس امروز ما و شما در همینجا به پایان میرسه. تا درس بعدی، جلسه بعدی که باز در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم، شما را به خداوند متعال میسپارم. شاد و کامگار باشین. کار خانگی تا نیست عزیزای ما، که تمام درسایی را که امروز خواندیم دوباره مرور کرده و موضوعات مهمش حفظ کنیم. خدا نگهدار.